به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت همه شما شاگرده عزیز. امیدوار هستم که جور صحتمند باشین شاگرده عزیز و لباس عافیت به تن داشته باشین. خب شاگرده عزیز، امروز بخیر. مضمون ما ریاضی صنف نهم هست. موضوع ما خلاصه فصل نهم هست. صفحاتی که بخیر امروز ما شما سرش کار میکنیم 49 تا 50 هست و درس ما درس 25 هست. خب موضوع صنف نهم ما در حقیقت همین فصل دومی که پیشتر ما به شما خلاصه فصل دوم گفتیم. شما پیشتان کتاب و قلم و کتابچه‌تان باشه. اگر جایی ببینین مشکل داشته باشین در قسمت فصل دوم، اگر کدام درس سه نفهمیده باشین، اینجا به شکل خلاصه یک دفعه دیگه به شما توضیح میشه. خب در قسمت اول شاگرده عزیز خلاصه فصل نهم، کتابایتان رو باز کنین. صفحه 49 کتابتان هم صفحه 49 کتاب هم بسیار خوب. شاگرده عزیز میریم بخیر ما شما از رابطه اولش گفته، رابطه که بین اندازه اعضای خطی یک شکل هندسی موجود است رابطه چی هست؟ رابطه طولی هست. خب بیایم همین رابطه طولی را ما در شماره‌های بعدی بهتر میتونید که شما در موردش معلومات کسب کنین. خب قسمت دوم شاگرده عزیز چی گفته؟ اگر ما یک دایره داشته باشیم و یک نقطه خارجی داشته باشیم به نام نقطه چی؟ پی. اگر از نقطه خارجی پی ما دو قاطع رسم کنیم، پس قاطع اول ما هست پی. ببینید ما یک دو قاطع رسم کردیم، نقاط اندازه گیری کردیم، نقاط نامگذاری میکنیم پی ای پی بی و اینجا میگیم پی سی و پی تی. خب شاگرده عزیز ببینید، حالا اگر ما بخواییم نقطه بی را به نقطه چی وصل کنیم؟ به نقطه سی وصل کنیم و نقطه ای را به نقطه دی وصل کنیم، در حقیقت شاگرده عزیز بین دو مثلث یک رابطه وجود داره. خب کدام دو مثلث هست؟ من میگم بین دو مثلث با رنگ دیگه به شما نشان میدم که به شما کاملا چی شود؟ واضح شود. خب بین مثلث پی، ببینید بین مثلث پی ای و دی، پی ای دی یعنی این مثلث و مثلث پی بی، پی سی بی یا پی بی سی فرق نمی کنم، چون قسمت زاویه هست بهتر است بگیم پی سی بی، یک چی وجود دارم؟ رابطه وجود دارم. پس میگیم مثلث پی ای بی و پی سی پی ای دی شده عزیز و پی سی بی یک رابطه وجود داره. خب حالا این رابطه که وجود داره چی به ما میگه؟ خب دقت کنین، به ما میگه پی ای ضربه، البته چون طول هست باید یک قسمت خط باشه، ضرب پی بی، پی ای ضرب پی بی مساوی هست با پی سی ضرب پی تی. سرش شاگرد عزیز، حالا ما میام یک مثالی را همراهتون در یک قسمت کار میکنیم، چون این درس اول تام بود، احتمالا میشه میفهم که شما لایق هستین مشکل نخواد داشته باشین. بازم اگر سوالی بتوان باشه میتونیم یکی از سوالای تمرین تون در یک قسمت چی کنیم؟ حل کنیم. شاگرد عزیز با ما یک دایره را به ما داده، به ما میگن البته تمرین اول هست، یک دایره را اگر ما اینجا رسم کنیم خوب است، این مرکز دایره اگر باشه. دقت کنین شاگرد عزیز، با ما اگر نقطه پی را به ما اینجا دادن، دقت کنیم اینجا نقطه پی، من اینجا یک نقطه را مشخص میکنم به شما، نقطه پی باشن. خب نقطه پی را من اینجا نظام به شما نوشته کنم، نقطه پی درست است؟ و یه خط دیگه از دو قاطع رسم شده، این من به خاطر شاگرد عزیز دقیق رسم میکنم به شما که همینطور یک مثال در کتابتان هست و باید این حل شده. خب با ما میگن که اگر این زاویه ما پی هست، این اگر ای باشه و این بی باشه، خب از پی تا ای 5 سانتی متر هست درست است؟ و از ای تا بی باشه 8 سانتی متر، یعنی از این قسمت تا این قسمت و از این قسمت تا این قسمت 5 سانتی متر. و همچنین از پی تا سی، ببینید ای بی شد، اینجا رو میمانیم سی و اینجا رو میبینیم چی شاگرده عزیز؟ ادامه داره، اینجا میمانیم دی. از پی تا سی با ما گفته اگر 6 سانتی متر باشه، از پی تا چی؟ اینجا بتوان نوشته میکنم، تا سی اگر 6 سانتی متر باشه با ما گفته قیمت اکس پیدا کنیم، یعنی شما پی دی را پیدا کنید. خب اولین کاری که میکنیم چی است؟ ما نوشته میکنیم اینجا که پی ای ما اینجا هست چند سانتی متر؟ پی ای ما 5 سانتی متر بود،
پیوی ما شاگردای عزیز دقت کنین کلگی، پیوی ما در حقیقت اینجا پیوی، آیا گفتن میتونیم که پی ای جمع ای بی؟ گفتن میتونیم؟ بسیار خوب، پس اینجا میگیم پی ای جمع ای بی، درست شد؟ و در دیگه ما این پی سی چند سانتی متر؟ 6 سانتی متر. حالی ماما گفته چی را پیدا کنین شما؟ پی دی را پیدا کنین، قیمت اکس را پیدا کنین. اولی کاری که میکنیم چی است؟ با استفاده از فرمول کار میکنیم. فرمول ما چی بود چاگه دای عزیز؟ گفتیم پی ای رابطه ای که به شما گفتیم پی ای ضرب پی دی، آفرین، مساوی به چی بود؟ مساوی بود با پی سی ضرب پی دی. بسیار عالی، آفرین. تا اینجا خواه انشاءالله فکر کنم مشکلی نیست. از این بابا چاگرده عزیز به جای پی ای قیمت چه وزن میکنیم؟ پی ای ما چند بود؟ 5 بود، ضرب. حالا پی بی چی گفته؟ حاصل جمع پی ای جمع ای بی. پس پی ای ما چند بود؟ 5. و پی بی ما چند بود؟ ای بی ما چند بود؟ ای بی ما 8 بود. مساوی هست با پی سی ما 6 و پی دی ما چند است شاگرده عزیز؟ پی دی ما اکس. حالا 5 که شما جمع 8 کنین ضرب 5 کنین با ما چند میده شاگرده عزیز؟ 65 مساوی با چند؟ 6x. که اگر ما اینجا اطراف و تقسیم در حقیقت ضریب x ما که 6 است بکنیم میشه x مساوی با 65 بر 6 که x ما مساوی میشه با تقریبا، دیگه البته ما بگیم تقریبا مساوی میشه با 10.83. در حقیقت اینجا ما شما چی پیدا کردیم؟ اینجا ما قیمت x خب، خدا کنه که شاگرده عزیز این موضوع را مشکلی نداشته باشین. میریم سر موضوع بعدی ما. شماره بعدی ما چی گفته شاگرده عزیز؟ قبل از اینکه من شماره بعدی رو به شما بگم، اول یک دایره رسم میکنم. خب، ما میگه که از یک نقطه ثابت اگر بالای یک دایره دو قاطع رسم شود، طوری که قاطع دومی شاگردای عزیز از چی بگذره؟ از مرکز دایره بگذره. این بسیار موضوع مهم است، این را شما فراموش نکنین. پس حاصل ضربش ببینیم که مساوی به چی است. خب ما اگه اینجا نقطه چی را بگذاریم، چون نقطه خارجی فعلا با ما گفته، پس ما از نقطه چی استفاده میکنیم؟ از نقطه خارجی پی. ببینید یک قاطعش از چی بگذره؟ از مرکزش بگذره، از مرکز چی؟ از مرکز دایره. و یک قاطع دیگه به این شکل باشه. درست شد عزیز؟ من این اگر نامگذاری کنم بتان، خب دقت کنین شاگرده عزیز. خب اگر این باشه پی، ما گفتیم این باشه ای، این باشه چی؟ بی. و این باشه سی و این نقطه چی است؟ دی. ببینین شاگرده عزیز، با قضیه پیشتر این کمی متفاوت تر است. تفاوتش در چی است؟ تفاوتش در این است که این دفعه این قاطع از کجا عبور کرده؟ از مرکز عبور کرده. بسیار عالی. ببینید این از مرکز عبور کرده. حالا ما در اینجا چی رابطه ای داریم؟ اگه یادتون باشه از اون رابطه قبلی، ما هم رابطه قبلی که ما در او گفته بودیم ما در این هم نوشته میکنیم. ببینید من چطور رابطه دیگر رو پیدا میکنم. خوب دقت کنید. میگیم پی ای، دقت کنید شاگرد عزیز، پی ای ضرب پی بی، درست است؟ پی ای ضرب پی بی مساوی هست با پی سی ضرب پی بی. اما اینجا چی رابطه ای وجود داره؟ دقت کنید شاگرد عزیز، اینجا چون ما گفتیم که رابطه چون از مرکز قاطع عبور کرده، ما میگیم اگر از این فاصله تا این فاصله چی باشه؟ ما با یک رنگ دیگه به شما نوشته میکنم، دی باشه. از این فاصله تا فاصله دقیقت مرکز دایره دی باشه. و از این فاصله تا این فاصله دقیقت چی باشه؟ من اینجا بتونم فاصله رو منظم نوشته میکنم، اگر اینجا آر باشه. پس با استفاده از این فرمول ما شما میتونیم به راحتی فرمول بعدی را که این فرمول به دست میاره را چی کنیم؟ پیدا کنیم. تا یک اندازه را به شما میرم شاگرد عزیز، خوب دقت کنید. ببینید پی ای ضرب پی بی میخوایم بتونم پیدا کنیم که از این رابطه چه رابطه دیگه ای پیدا میشه. اینطوری نیست که این فرمول دیگه پیدا شده باشه. از یک فرمول فرمول دیگه یا روی از یک رابطه رابطه دیگه به سادگی پیدا میشه. بجای پی سی، ببینید بجای پی سی شما میتونید نوشته کنین، در حقیقت من اینجا گفتم بجای پی سی، من اینجا چون پی سی دارم میتونم نوشته کنم که اگر من این نقطه را نقطه چی در نظر بگیرم، نقطه او در نظر بگیرم، میتونم بگم که پی او منفی سی او یا او سی. پس اینجا نوشته میکنم که پی او منفی او سی.
از این فاصله که تفریق شود پی سی میمانه و به جای پی دی من میتونم نوشته کنم که به جای پی دی میتونم نوشته کنم که پی او جمع او دی نمیتونم پی او جمع البته ثبوت شده شاگردای عزیز به شما من دوباره اینو به شما یادآوری کردم که اینو شما بفهمید که از فرمول قبلی چون دو قاطع است همه دو قاطع است اما با این تفاوتش یک کمی است که در اینجا از مرکز عبور میکنه خب پس پی ای ضرب پی بی مساوی هست با خب پی او ما شاگردای عزیز خوب دقت کنین در اینجا پی او ما دی نبود و او سی ما در اینجا آر نیست درست شد و در اینجا پی او ما چی بود؟ دی بود؟ درست است؟ و در اینجا اوسی ما اوسی که آر است خب او دی هم شعای دایره است دیگه آر است وقتی که این دو قوس با هم ضرب شود میتونیم بگیم پی ای ضرب پی بی مساوی هست با در حقیقت چی شاگرد عزیز؟ دی مربع منفی آر مربع این رابطه هست که شما میتونید که در حقیقت زمانی که از نقطه خارجی دایره شما دو قاطع را رسم میکنید یک قاطعش را قسم رسم میکنید که از مرکز دایره چی کنه؟ عبور کنه بسیار به سادگی و از فرمولی که ببینید فرمول یک فرمول است رابطه یک رابطه است از قضیه اول ما این رابطه را داشتیم حالی از این قضیه اول رابطه دیگر ما تانستیم که چی کنیم؟ پیدا کنیم خب شاگردی عزیز حال اینجا در یک قسمت چند موضوع هست چه وقت دی مربع منفی آر مربع بزرگ از صفر است؟ چه وقت مساوی صفر است؟ چه وقت کوچک از صفر است؟ من این رو به تو ناجل میگم ده همی دایره ببینید زمانی دی مربع منفی آر مربع بزرگ از صفر بوده میتونن زمانی که نقطه خارج از دایره باشه پس همون سه شرطی که داشتیم ببینید دی مربع منفی آر مربع زمانی بزرگ از صفر است که نقطه پی خارج از دایره باشه چه وقت مساوی به صفر بوده میتونن زمانی که همین نقطه پی مماس باشه با دایره و چه وقت کوچک بوده میتونه زمانی که نقطه پی در داخل دایره وجود داشته باشه بسیار ساده من میام اینجا به شما همین کوچک و همین مساوی را بتون اینجا یادداشت نوشته میکنم و شما بیشتر یادداشت بگیرید موضوع بسیار مهم هست شاگرده عزیز من این رو بهتان میگم در دو دایره که واضح شوه به شما و یک دایره دیگه میخواییم همین دی مربع را به شما درس بدیم چون بسیار مهم است دی مربع منفی آر مربع شاگرده عزیز ما شما پیشتر از روی نقطه خارجی پیدا کردیم دی مربع منفی آر مربع را حالا میگم چه وقت دی مربع منفی آر مربع بزرگ از صفر است چه وقت مساوی صفر است و چه وقت کوچک از صفر است زمانی که نقطه پی خارج از دایره باشه یعنی که نقطه خارجی دایره باشه بزرگ از صفر است که پیشتر ما شما این را ثبوت کردیم و کار کردیم چه وقت مساوی به صفر است زمانی که نقطه پی روی محیط دایره واقع باشه ببینید اگر اینجا نقطه چی باشه نقطه پی باشه من میگم که در حقیقت اگر یک قاطع باشه و اگر این دیگه قاطع باشه ما میگیم که در این زمان گفتم میتونیم که چون پی روی محیط دایره هست این مساوی به صفر است و دی مربع منفی آر مربع مساوی به صفر است و چه وقت کوچک از صفر بوده میتونه زمانی که در حقیقت کجا باشه اینها نقطه پی ما در داخل دایره واقع باشه سایش شاگرد عزیز اگر ای باشه ای بی باشه سی باشه و شاگرد عزیز ای چی باشه ای دی باشه به همین شکل اگر من اینا نامگذاری کنم و این نقطه اوی ما باشه بنابراین گفتم میتونیم در اینجا دی مربع منفی آر مربع مساوی به صفر است و در اینجا دی مربع منفی آر مربع ما کوچک از صفر است. خب شاگرد عزیز تا اینجا چند شماره بود که در قسمت خلاصه فصل اول به شما گفته شده شماره های بعدی شما میتونم که در جلسات بعدی را همراه شما کار کنم و این بسیار موضوع مهم است که شما زمانی که من خلاصه های فصل همراه شما کار میکنم شما حتما کتابچه هایتان پیشتان باشه شما هم تمرین هایی که کار کردین بر اساس همین خلاصه ها یا بر اساس همین فصل هایی که شما خوانین درست کار کرده بودین یا نی اگر جایی مشکل داشته باشین میتونین موضوعاتی که من به شما گفتم دوباره اون رو اصلاح کنین و دوباره اون رو شما درست‌تر سوالاتتون حل کنین خب شاگردای عزیز امید هست که این موضوعات رو یاد گرفته باشین و تا برنامه بعدی و جلسه بعدی الله حافظ و نگهدار شما